درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در سه شنبه هفتم مرداد ماه 29 ژوئیه نگاهی داریم به اسرائیل و حماس، آتش‌بس‌های شکننده. לא נסיים את המבצע בלי נטרול המנהרות, שכל מטרתן השמדת אזרחינו, הרג וילדינו. בנימין נתניהו, נחוסט וזיר ישראל, מגויד ישראל תא זמן רסידן בהדפש, יעני נאבודי שבקה תונל های זירזמיני חמאס דסט אז עמליות נחוהד קשיד. به رغم درخواست سازمان ملل متحد برای پایان دادن به درگیری‌ها، خشونت‌ها در غزه و نواحی جنوبی اسرائیل شدت گرفته است. طبق آخرین اخبار، یکی از سخنگویان حماس طرح آتش‌بس 24 ساعته پیشنهادی سازمان آزادی بخش فلسطینی رو رد کرده. در 24 ساعت گذشته حدود 110 تن در غزه کشته شدند. منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس هدف قرار گرفته. حملات موشکی اسرائیل ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصا وابسته به حماس رو هم هدف قرار دادند. Any process to resolve the crisis in Gaza in a lasting and meaningful way must lead to the disarmament of Hamas and all terrorist groups. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت هر گونه راهکاری که هدف آن حل جدی بحران غزه باشد باید به خلع سلاح حماس منجر شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه های نماز عید فطر چنین گفت: برخلاف گفته سردمداران سیاسی استکبار که میگن باید حماس و جهاد را خلع سلاح کنیم، رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله، معلومه میخواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض میکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه می توانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به جنجال‌های ایجاد شده بر سر انتقادات مقامات اسرائیلی از طرح جان کری وزیر خارجه آمریکا برای آتش‌بس در غزه گفت واشنگتن هرگز پیشنهادی رسمی برای آتش‌بس در غزه ارائه نکرده است، بلکه ما تنها بخش‌هایی از ایده‌های محرمانه مربوط به پیشنهاد مصر را مطرح کردیم. There was never a formal US proposal presented. This draft was based on the Egyptian proposal that they had supported from just a week ago. جن ساکی همچنین گفت واشنگتن معتقد است تونل ها رو می توان به گونه ای که منجر به افزایش تنش ها نشود در بین مرز غزه و اسرائیل نابود کرد. ارتش اسرائیل میگوید شبه نظامیان فلسطینی دیروز از طریق تونلی در زیر مرز غزه و اسرائیل به داخل خاک این کشور رخنه کرده و به روی سربازان آتش گشودند. سه هفته عملیات ارتش اسرائیل در منطقه غزه تا کنون به مرگ 1050 فلسطینی، 52 سرباز اسرائیلی و 3 شهروند غیر نظامی اسرائیل منجر شده است. حماس بیش از 2100 موشک به خاک اسرائیل شلیک کرده است. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم مسلح کردن کرانه باختری و فلسطینیان، آنطور که رهبر جمهوری اسلامی میگوید، مشکل فلسطینیان در غزه رو حل یا پیچیده‌تر می‌کند. کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه حل رو انتخاب کردن. با رهبر جمهوری اسلامی تا این لحظه موافقن، اعتقاد دارن که تسلیح فلسطینیان میتونه مشکل غزه رو حل بکنه. در این باره در طول برنامه صحبت خواهیم کرد. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در
هفت برده به اسرائیل و حماس از آغاز عملیات زمینی در غزه. صدور بیانیه نخست وزیر اسرائیل و پس از 10 روز بمباران هوایی غزه، نیروهای زمینی ارتش اسرائیل همراه تانک و خودروهای زرهی از مرزهای شمالی به نوار غزه وارد شدند. اسرائیل گفت هدف حمله زمینی نابودی تونل‌ها و سامانه‌های موشکی حماس است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده برای کمک به پایان دادن به جنگ غزه وارد قاهره پایتخت مصر شد. Happens when we send drop leaflets and tell people we're here we come. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی گفت ما روز پیش از حمله به آنها زمان و مکان حمله را اطلاع می‌دهیم تا آنجا را تخلیه کنند و آنگاه وارد آن مکان می‌شویم. پس از فرود آمدن یک موشک حماس در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بن گورین اسرائیل، شرکت‌های مسافری هوایی آمریکا و اروپا پروازهای خود به اسرائیل را لغو کردند. اسرائیل گفت امنیت در فرودگاه برقرار است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا: ما مدرکی حاکی از مجهز بودن حماس به موشک‌های ضد هوایی از نوعی که در اوکراین منجر به سقوط هواپیما شد در دست نداریم. سخنگوی حماس درخواست سازمان ملل متحد برای آتش‌بس و توقف عملیات نظامی به مناسبت فرارسیدن عید فطر را ارج نهاد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل: حماس آتش‌بس توافقی 24 ساعته را شکسته و شروع به موشک پراکنی کرده است. از این رو دولت اسرائیل هر اقدامی را که لازم بداند برای حفاظت از مردمش انجام خواهد داد. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر دیوید منشری، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه تل آویو که از تل آویو اسرائیل با ما هستند، آقای دکتر رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین الملل که در استودیوی صدای آمریکا با ما هستند، و آقای علی شاکری از بنیانگذاران کانون شهروندان در خدمت صلح دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، تحلیلگر مستقل که از ایرواین کالیفرنیا به ما میپیوندند. به هر سه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. آقای دکتر منشری، رهبر جمهوری اسلامی همین ساعتی پیش صحبت از این کرد که حمله اسرائیل به نوار غزه یک نسل کشیه. ایشون هم طبق معمول کلمات تندی هم به کار برد، گفت اسرائیل گرگ درنده است و رژیم کودک کش ایشون توصیف کرد. واکنش شما رو به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بشنویم، با توجه به اینکه ترغیب کرده کشورهای اسلامی رو به تسلیح و تجهیز فلسطینیان. من امیدوار بودم که رهبران همه کشورها سعی کنند موضوع اینجا را حل بکنند، یک آتش بس برقرار بشه و دو ملت، هم اسرائیل هم فلسطینیا، بدونند زندگیشون را بهبود بدن، بچه هاشون را بهتر تربیت بکنند. این تسلیحاتی که به این طرف و اون طرف نصیحت میکنن یا کمک میکنن بدن درد هیچ کس را دوا نمیکنه.
حالا هر اسمی بخوان برای اسرائیل بذارن، هر کس هر کاری بخواد میدونه بکنه، منتها این جنگ را اسرائیل شروع نکرده و آتش بست هم هر دفعه قرار شده یا پیشنهاد شده اسرائیل قبول کرد. امروز هم سازمان آزادی بخش فلسطین که قسمتی از خودشون هست ائتلاف با هم کردن، اعلان آتش بس کرد. خودشون بعد از چند دقیقه گفتن ما اینا قبول نمی کنیم، این آتش تا ادامه دادن. ببینید تو جنگ هیچ کس پیروز نمیشه. این موضوع نسل کودک، نسل کشتن و نابود کردن، و من متاسفم، من خواهش میکنم باور کنید که هر کودکی، هر کسی که در فلسطین، البته کسانی که تو این جنگ شرکت نمی کنن و کشته میشن، یک چیز دردناکه. درد یک مادر فلسطینی با درد یک مادر اسرائیلی هیچ فرقی نمی کنه. منتها این تانل هایی که ساختن، این موشک هایی که میزنن، ببینید مردم بیگناه هم کشته میشن. منتها فرق بین اسرائیل و فلسطین و حماس اینه که ما داریم سعی میکنیم مردم اسرائیل دفاع کنیم از موشک هایی که میریزن. وقتی صوت خطر هست، آژیر صداش میاد، مردم میرن قایم میشن، میرن تو یک اتاق های مخصوصی میشینن تا خطر بگذره. از طرف دیگر این چیزی هست که واقعا نشون دادن و معلومه که حماس داره از مردم خودش دفاع میکنه. یومن شیلد اینا را، موشک‌ها را از توی مناطق مسکونی، از اتاقا، از مسجدها، از مدارس میرسن. وقتی بخوای جوابشون بگی بدید، مردم کشته میشن. با کمال واقعا تأسف، راش این نیست که تجهیز بکنن، راش اینه که عوض پولی که میدن برای تانل و موشک و این چیزا، بذارن مردم، وضع مردم اونجا بهتر بشه. من میدونم که مشکل عظیمی اونجا هست و واقعا ریشه این موضوع را اسرائیل هم تا اندازه تقصیر داره، اما بیان اینجا اسم بدن برای این و اون که این نسل جوان کشا این چیزا، به نظر من راه دوری است تا حقیقت. سعی ارتش اسرائیل این است که من دیدم واقعا در تلویزیون اسرائیل هم نشون میده که وقتی میرن یه جایی را بمباران بکنن که اونجا موشک هست، نامه های از هواپیما میفرستن، تلفن میکنن، اس ام اس میفرستن به اینا که خونه هاشون را تخلیه بکنن. اینم چیز آسونی نیست، منتها کجا برن واقعا. منتها وقتی اینا شروع کردن، وقتی هم اصرار میکنن که باید ادامه بدن، اسرائیل نمیده. ببینید ما دیروز آتش بس بود، آتش بس را تو این وضع آتش بس شروع کردن به کشتن سربازان اسرائیل، شهروندان اسرائیل. از این تانل ها چند نفر اومدن بیرون و سعی کردن تو این جامعه، تو مردم های مدنی اسرائیل سعی کنند بکشن. آقای دکتر بنصیر، جواب اسرائیل این است که وقتی آتش میزنن باید افتادن. آقای دکتر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، دید توضیح مختصری بفهمید، چون میخوام بحث با مهمان های دیگر هم دنبال بکنیم. بله. و اونم این هست که امروز اخباری بود که دو راکت دیگر به حومه تل آویو، همین شهری که شما اونجا هستید، پرتاب شده و برخورد کرده. فضا در تل آویو چطوره؟ چقدر باعث اختلال در روند زندگی عادی شده؟ و یه توضیح هم بدید، برای اینکه نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو گفت که اسرائیل آماده یک جنگ طولانی است. آیا شما آمادگی رو دارید که اسرائیل با حماس درگیر یک جنگ طولانی مدت بشه؟ ببینید وقتی مردم اسرائیل این تانل ها را دیدن، این موشک ها را دیدن، این روحیهشون پایین نیست، اینا مایوس نیستن. ببینید مردم اسرائیل امروز بیشتر از هر وقت پا
پشتیبانی از دولت نتانیاهو میکنن. آقای نتانیاهو که من یکی از طرفدارانش نیستم که ازش زیادم انتقاد میکنم معمولا، ایشون داره یواش یواش میده جلو و فشار زیادی از هم از دولت هم از مردم. من خانم زخمی که داشتن میبردنش بیمارستان، چیزی که خواهش کرد اینا ادامه بدید، واسه که ما نمیدونیم هر دو سالی سه سالی شروع کنیم یه دوره دیگه که این موشک میزنن از تانل بیان تو. اینه که مردم اسرائیل اگر ببینید اکثریت مطلقشون با وجود این که با دولت نتانیاهو موافق نیستن، اعضاب اپوزیسیون اسرائیل، حزب کار اسرائیل که در اپوزیسیون هست، اینا همشون دارن پشتیبانی میکنن به خاطر اینکه اینطوری نمیشه زندگی را ادامه بدن. این موضوع باید حل بشه و انشالله به طور صلح یا اقلا آتش بست دائمی تر که بدونن مشکلات خودشون را حل بکنن. بسیار خب آقای منشر، به شما باز خواهیم گشت. آقای دکتر تقی‌زاده، خوش آمدید در سفر به واشنگتن. از فرصت استفاده کردیم، دعوت کردیم، تشریف آوردید. خوشحالم که با شما هستم. سپاسگزارم. دکتر، قبل از اینکه وارد جزئیات این چالش‌های آتش بس های شکننده و اینکه بازیگران منطقه چه نقشی دارن، در مورد ایران ابتدا صحبت بکنیم. صحبتی که رهبر جمهور اسلامی کرده امروز، چند روز پیش هم بحثو مطرح کرده بود به شکل دیگری. آقای روحانی حتی شنیدیم صحبتاشون، صحبت‌های تندی بود، حتی اسرائیل و داعش رو در کنار هم به شکلی قرار داده بودن. علت اینکه مقامات جمهوری اسلامی از اینکه تل آویو یا فرودگاه بن گوریون زیر ضرب اصطلاحاً حماس هست و راکت ها ابراز غرور یا شادمانی به شکلی میکنن در صحبت های بسیار از ما، علتش به نظر شما چه هست و چقدر سازنده است در چنین فضایی؟ در اینکه آیا سازنده است یا خیر، پاسخ خیلی روشنه. سازنده نیست، یک سیاست مخربه، ولی این سیاست کهنه و قدیمی است که جمهوری اسلامی تقریبا از 35 سال پیش تا به حال دنبال میکرده، به این ترتیب که در منطقه اگر درگیری با دشمنان ما باشه، توجه اونها به ما کمتر میشه. بنابراین هر چقدر نیروهای مخالف رو از مرزهای ایران دور نگه بداریم، این به نوعی دفاع پذیری ما رو افزایش میده. ولی نکته ای که آقای دهقانپور کاملا مشخص است، یک فصل مشترک بین جمهوری اسلامی، حماس و اسرائیل، و این فصل مشترک رو ما در نزد هیچ کدوم از همسایگان دیگر منطقه‌ای نمی‌بینیم، و اون مخالفت با آتش بسه. آقای نتانیاهو مخالفت میکنن و اگر موافقت میکنن اون رو با شرطی همراه میکنن که عملی نیست. با آقای جان کری میگن آقا شما حرفایی که میزنید برای ما نتیجه نداره، ما زمانی آتش بس رو برمیداریم که بتونیم این تانل ها رو خراب بکنیم و به خصوص حماس رو خلع سلاح بکنیم، و تو این نامه‌ای که شما دادید یا طرحی دارید این قضیه قید نمیشه. خب حماسی ها میگن که ما زمانی با آتش بس تن میدیم که شما بسیج غزه رو بردارید و ما آزاد باشیم، و این به هر حال حق مردم غزه است که بتونن با دنیای خارج ارتباط داشته باشن، نیازهای مربوط به تغذیه، نمیدونم لباس، خوراک، برق، اینها رو بتونن بگیرن. خب این هم باز شرطی است که غزه ها برای مخالفت یا حماس برای مخالفت با آتش بس داره، ولی جمهوری اسلامی اصلا شرطی نداره، میگه آتش بس نکنید، جنگ کنید. ولی در این فصل مشترک با هم یکی هستن. طبیعی است که مسلح کردن طرفین تنها به تشدید جنگ انجامه، ولی یک نکته ای که من مورد نظرم است و میخوام اینجا رو بهش تاکید بکنم این است که آقای دهقانپور، با قدرت همیشه احساس مسئولیت اگر همراه نباشه، اتفاقی که امروز میفته خواهد افتاد. اسرائیل به مراتب قوی تر از نوار غزه است. باریکه غزه یک باریکه دفاع پذیر نیست. اونها گنبد آهنین برای دفاع در مقابل حملات هوایی اسرائیل رو ندارن، و تلفات رو شما با هم مقایسه بکنید، در اسرائیل 50 نفر یا 53 نفر تلفات داشتید، در حالی که در غزه بیش از 1100 نفر تا به حال کشته شدن، و 90% این کشته ها کسانی هستند که در جنگ هیچ دخلی نداشتن و یا مقابله نظامی با اسرائیل نمی کنن. آقای مناشیری درست اشاره کردن امروز که این جنگ به هر حال تلفات
تلفات غیر نظامی داره، ولی تلفات غیر نظامی آیا نزد اسرائیلی ها و نزد غزه‌ای ها یکسانه و آیا اسرائیل مطابق قوانین بین الملل به عنوان کشور اشغالگر موظف به تأمین امنیت اونجا نیست و خط تفاوت گذاشتن بین یک گروه تروریست و یک گروهی که خودش رو مقاومت گروه مقاومت مینامه چیست؟ اینها مسائلی است که اسرائیل رو در افکار عمومی مقداری آسیب پذیر میکنه و به هر حال از دید بسیاری از مردم اسرائیل به عنوان یک قدرت به مسئولیتاش عمل نمیکنه. خب حتما در مورد این قضیه واکنش آقای دکتر منشری رو دوباره خواهیم شد. آقای شاکری خوش آمدید به برنامه. صحبت های آقای منشری و آقای تقی‌زاده رو مطمئنم شنیدید. آقای حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران سفری که به بیروت داشت پس از دیدار با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنانشون اعلام کرده که حماس در نبرد با اسرائیل تاکنون تنها 3% از توان موشکی و تسلیحاتی خودش رو استفاده کرده. ارتش اسرائیل گفتن که بین 30-40% از موشک‌های نظامی حماس یا استفاده شده یا اونها رو نابود کردن. دو پرسش مطرح میشه، یکی اینکه برداشت شما از مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با هر گونه طرح آتش‌بس در شرایط فعلی چه هست و ایران به نظر شما چه سهمی داره در ادامه جنگ و وضعیت فعلی؟ با سلام مجدد و پوزش از اینکه من در استودیویی که در ایروان هستم چهره ناز سه تا عزیز رو از شما و دو تا مهمان رو نمی‌بینم، ولی با تشکر مجدد اولا ببین تو جنگ که شروع میشه عزیزان یه صدا هست، یه سر و صدا. وقتی جنگ شروع شد دیگه از صدا خبری نیست، از فریاد خبری نیست، از سخن خبری نیست، از گفتمان خبری نیست، از گفتگو خبری نیست. لذا بلندگو دست قدرته. اغلب اطلاعاتی که ما میگیریم از اطلاعاتی است که بلندگو در غرب میگه و در طول تاریخ بشریت، من تکرار میکنم، از زمان رنسانس و بعد از مسئله عصر روشنگری ما کشوری رو در جهان سراغ نداریم که در این 200 سال گذشته آمریکا 100%، حتی انتخابات رای دادن آخر دو سه روز قبل بگم 100% با 100 تا سناتور از یک کشور دیگه به نام اسرائیل که اشغالگره دفاع کنه. ببینید مطلب سر و صدا رو بزنیم کنار، ببینیم صدا چیه. اولا ایران نشون داد که مشکل اسرائیل و فلسطین نه ایران، نه عراق، نه عربستان، نه غرب، نه شرق، اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل. اگر ما سر هر بحثی هر باری دو سال 1400 نفر اردن برن از غزه بکشن یا کرانهای باختری رود اردن رو بزنن و ما این بحثا بکنیم سر اینکه کی اول شلیکی کرد کی نکرد، واقعا کار به جایی نمیرسه. من واقعا با ارادتی که به دو تا عزیز مهمان دارم، کلاس ما بیشتر از اینه، به جایی که فکر کنیم چی کار باید بکنیم، اولا نورافکن بندازیم، روشنگری کنیم، افشاگری نکنیم. دوما ببینیم راهی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم این راه ما چیه، چه پیشنهادی داریم. سوما دروازه عملی ورودش چیه. اگر اینا رو متوجه باشیم متوجه میشیم که اون وقت اگر اردوغان میگه جنوسایده نسل کشیه، یا محمود عباس میگه نسل کشیه، یا جمهوری اسلامی میگه نسل کشیه، به اینا بند نکنیم، به اونایی بند کنیم که نسل کشی رو دارن انجام میدن. به نظر من سرطان مشکل مسئله خاورمیانه در مقطع زمانی در عام و مسئله فلسطین در خاص سه چیزه. یک، توسعه مسئله اسکان در مناطق مورد اختلاف که بهش میگن مناطق اشغالی. دو، مسئله ختم نکردن به اشغال. و سه، به رسمیت نشناختن دو کشوره. شما فکر کنید تنها کشوری در جهان که 100% از اسرائیل دفاع میکنه، وزیر امور خارجش طرحی رو دیروز میده، سخنگوی اسرائیل میگه استراتژیک تروریست اتک، میگه طرح وزیر امور خارجه آمریکا برای اسرائیل در اصل استراتژی راهبرد حمله به کشور اسرائیل. ببین بی انصافی تا کجا. حالا با این کشور چطوری باید کنار بیاد و کی؟ یه مرتبه اسرائیل اختلاف داره با ایران، اسرائیل اختلاف داره با سوریه، یه مرتبه اسرائیل به درستی آقای دکتر از انگلستان که مهمان شما هستن آقای تقی‌زاده گفت ایشون اشغالگره. لذا توسعه خانه سازی
که به قول کارشناسان اسرائیلی از جمله مهمان عزیزی که از تل آویو است خودش اذعان داره که اکثریت بالاتفاق صلح دوستان اسرائیل، معتدلین اسرائیل معتقدن آقای نتانیاهو با توسعه خانه سازی داره کاری میکنه که صلح غیر ممکن باشه. نکته دوم اشغال رو، تا اشغال رو تمام نکنند این مسئله موجوده. شما کشوری رو نشون بدید، قطعنامه 2433 سازمان ملل در سال 1978 به هر کشوری حق میده موقعی که اشغال باشه، زیر استعمار باشه، بتونه از هر ابزاری برای آزادی خودش دفاع کنه از جمله مسلحانه. و سوم مسئله پذیرفتن دو تا کشوره. آقای شاکری عزم هم صحبتتون رو قطع میکنم، شما بین مردم غزه و حماس اختلافی تفاوتی میبینید یا اینها رو یک کل میبینید؟ اون بحثی که مقامات جمهوری اسلامی میگن اون افرادی که کشته میشن حماسن، مردم بین مردم غزه و حماس اختلافی قائل نمیشن، شما هم همینطور نگاه میکنید؟ ببینید من اصلا به طور کلی وارد این بحث نمیشم که آیا نماینده حقیقی مردم آمریکا این دولت یا اون دولت، نماینده مردم ایران این دولت یا اون دولت، نماینده غزه این حماس یا نیست. اینا بحث‌های بسیار بسیار جزئی پاورقی حاشیه است. بحث اصلی اینه که مردم غزه 41 هزار کیلومتر مساحت کل میخوام 360 کیلومتر مربع سرزمینشونه، غربش به مصر، شرقش به اسرائیل، بالاش دو تا تنگه ورودی بسته است، پایینم مال مصر بسته است. خب توجه کنید نونش، آبش، زندگیش چطوری باید باشه. شما فکر کنید اگر در غزه زندگی کنید، خود دکتر بزرگوارم از تل آویو اینو فکر بکنه جواب بده، شما در غزه زندگی کنید نه حق سفر داری، نه بیرون داری، نه تو داری، نه حق غذا داری، نه حق اوردن، نه حتی بردزل برای ساختمون داری، نه حق داری حداقل کشور ترکیه بره با کشتی ابزار و خوراک بهتون ببره. آیه شاکری اتفاقا پرسش همینه، برای حل این مشکلی که شما میفرمایید راهش اینه که مردم رو بیشتر تسلیح کرد، تجهیز کرد به لحاظ نظامی، یا اونطور که آیه بنشری گفتن راه دیگری پیدا کرد، کمک کرد به وضع مردم غزه، به جای اینکه اسلحه بهشون بدیم اگر چیز نمیکنن، گلایی نمیکنن از وضع خراب اونها، چرا نباید به اقتصاد غزه، به مردم اون منطقه کمک کرد به جای اینکه راکت بهشون داد؟ من واقعا با ستات موافقم. من همراه آقای دکتر از تل آویو راه حل مشکل اسرائیل و فلسطین رو نظامی نمیبینم. این نظر منه. من به عنوان یک اصلاح طلب صلح دوست، عضو مرکز شهروندان در خدمت صلح دانشگاه UCI، غیر از ترغیب صلح کاری دیگه نمی کنم. ولی شما فکر کنید هر چه این ادامه پیدا بکنه، راه نون و زندگی مردم در حماس بسته بشه، اشغال خودش جنگ مسلحانه است، اشغال سرطانه. تا زمانی که اشغال ختم نشده سخن از جنگ دو کشور و قاطی کردنش مسئله بسیار بسیار نادرستی. شما پس برای حماس هیچ مسئولیتی در این میان قائل نیستید؟ 100% مسئولیت قائلم. خود من از حرکت، از برنامه و استراتژی واحد فلسطینیا خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، مخصوصا ماها ایرانی ها، ضمن اون که مثل همه کشورهای جهان از کاز اینا، از حرکت اینا دفاع بکنیم و از کمک نانی و جونی و غیره بهشون انجام بدیم، به قول هنرمندای ما در ایران خون براشون بفرستیم، ولی دخالت نظامی و تصمیم بین این دو جناح نگیریم، خواستار این باشیم که این دو جناح با هم دیگه کار بکنند و حل مسئله فلسطین و اسرائیل رو بر روی میز با هم حل کنند. لذا حرکت حماس، حرکت PLO، حرکت اسرائیل در این مقطع زمانی هر کدومشون مسئولیتی خودشونه داره، ولی بزرگترین مسئولیت رو من به دوش اشغالگر و اسرائیل میبینم. در بحث‌های آیندم پیشنهاد خودم رو مطرح خواهم کرد. آقای شاکری خیلی کوتاه در یکی دو جمله پاسخ این سوال بفرمایید، چون بار قبل که پرسیدم گفتی ترجیح میدید که پاسخ ندید به این سوال. یک کاریکاتوری هم هست، من این رو در حالی که سوال رو دوباره از شما میپرسم این کاریکاتور رو تصویر میبینیم، برای اینکه گفتید که این بحث حاشیه‌ای است، ولی در رسانه‌های ایران
روزنامه آرمان یک کاریکاتوری منتشر کرده که این کاریکاتور میز پینگ پونگ مردم غزه اون وسط قرار گرفتن و دو نفر هستن که طرف اسرائیلی و اون طرف احتمالاً طرف دیگری که میتونه حماس یا هر کس دیگری باشه و اینا دارن با بمب اصطلاحاً با راکت پینگ پونگ بازی میکنن بر سر این مردمی که این وسط قرار گرفتن. یک بار دیگه من میخوام اینو بپرسم از شما، یکی دو جمله خیلی کوتاه بفرمایید، شما تفاوتی بین مردم غزه و حماس قائل میشید؟ چون این عضو کمیسیون امنیت ملی گفته هیچ تفاوتی بین حماس و مردم فلسطین نیست و امروز این زنان و فرزندان حماس هستند که در داخل شهرها کشته میشوند. خب این که اکثریت بلاتفاق کسانی که کشته شدند در غزه با توجیه غیر قابل قبول اسرائیل مسئله انسانهای عادی هستند، این غیر قابل انکاره. نکته دوم اینه که حماس گروهی است که در مبارزه به اینجا رسیده. بنده از زمان تأسیس حماس نه معید حماس بودم و نه طرفدار راهشم. سخن من اینه، مهم نیست که من و شما طرفدار این جناح در اسرائیل هستیم یا اون جناح، مثل آقای دکتر دیوید عزیز از تل اویب. مهم اینه که آیا حیات و زندگی اسرائیل رو در ادامه اشغال که راه آقای بنت لیبرمن و آقای نتانیاهو هست میبینیم، یا راه تمام جهانیان که در سازمان ملل بارها و بارها حتی قطعنامه هایی که مورد قبول خود آمریکاست گفتن راه دیگری هست یا نیست. از این جهت من فکر میکنم که هر حرکتی که حماس انجام بده مسئول یک گروهه. من فقط اینجا یک کشتار میدم از طرف زبان تمام صلح دوستان جهان، به ویژه آمریکایی‌ها و به ویژه یاران یهودی ما هم در مرکز و در همه جای جهان، خطر این که بیشتر از حماس، تندتر از حماس رشد بکنه به خاطر ادامه اشغال و سرکوب اسرائیل بدتر در خاورمیانه. شما تصور نمی کردید روزی داعش بیاد قسمتی از عراق رو بگیره. همین الان گروهی در درون غزه حماس رو به خاطر اعلام رسمیش که در آوریل گفته من همکاری میکنم با محمود عباس خائن میدونن. وقتی که مردمی عصبانی میشن، نون و آب و زندگی و حیات ندارن، روحیه انسانیشون داغونه. عزیزان من فکری بکنیم، فقط مرد دنبال این نباشیم که ملامت کنیم این ور رو یا اون ور رو. راه حلش این سه تا نکته است که در سه کلمه تکرار میکنم: نفی خانه‌سازی، نفی اشغال و قبول دو کشور. زمانش رسیده که اسرائیل به جهانیان لبیک بگه و مسئله دو کشور رو در اسرائیل به رسمیت بشناسه و جهان وادار کنه حماس و بقیه بخشای فلسطین هم این رو بپذیرن. بله. من رای غیر از این نمی‌بینم و منتظرم که استاد بزرگ من از تل اویب توضیح بده در مقابل این سه پیشنهاد من چه پیشنهادی غیر از این داره. آقای دکتر بنشری، پاسخ شما رو بشنوم به مطالبی که عنوان شد. میدونم حتما نکاتی رو دارید. بله. بعد من یک پرسش هم از این بله، از این سه نقطه که دوستمون ارائه تذکر دادن، این موضوع دو کشوری به نظر من از همش مهمتره. اگر این حل بشه، اون دوتا هم دیگه خانه ها خل میشن. که حتی بنیامین نتانیاهو و انتخاب شد نخست وزیر اسرائیل، گفت و علنان که پشتیبانی میکنه از این موضوع دو ملت که به دو کشور باشن. ببینید، من به عنوان یک اسرائیلی که برای من مهمترین ارزش اینه که من تو یک کشور یهودی دموکراتیک زندگی بکنم، برای من بزرگترین خطر این است که یک کشور باشه و بعد از 50 سال 60 سال یا هر وقت یهودی در این کشور اقلیت باشه. به نخود من یا از دوستی به عرب یا از دشمنی با اونا مهم نیست. اگر ما منافع خودمون رو بخوایم حفظ بکنیم، باید دو کشور باشن برای دو ملت و باقیش به نظر من حل میشه. بله، من الان میخوام این موضوع را یک کلمه راجع به ایران. ببینید، ایران در سیاست منطقه‌ایش زیاد موفق نشده. اینقدر پول خرج کرده برای تجهیز و کمک به عراق که به این وضع کشیده، به سوریه که به اون وضع کشیده، به حزب الله که وضعش ناجور هن امروز
و امروز میخواد بازم دوباره برگرده کمک بکنه به حماس. باید از خودشون بپرسن که آیا این پولایی که ما داریم خرج میکنیم این طرف و اون طرف بهتر نیست بذاریم برای بهبود زندگی جوانای ایران. در این موضوع انسحاب اسرائیل باید این به شما این تذکرم بدم که کشور اسرائیل در سال 2005 از باریکه غزه انسحاب کرد و شهروندان و مردمی که اونجا در زندگی میکردن کشوندشون بردشون جای دیگه، واسه که ما میخواستیم از اینا جدا بشیم. البته من انکار نمونم بکنم که اسرائیل و این که انسحاب کرد هنوز دروازه های غزه هم دست اسرائیل هم دست مصر و دوتایشون این دروازه ها رو بستن. امروز در خاورمیانه یک وضع جدیدی داره ایجاد میشه. ببینید اسرائیل درسته که با پیشنهاد ترکیه و قطر موافق نیست، اما پشتیبانی میکنه و قبول میکنه پیشنهادی که هم محمود عباس که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطینی هست و هم مصر قبول کردن. خب نمیشه بگن که اسرائیل قبول نمیکنه. این قراردادی که بنیامین نتانیاهو هم گفت It's the only game in town، پیشنهاده که مصر کرده. یعنی مصر امروز نزدیکتر با اسرائیل شده، سازمان آزادی بخش اسرائیل هم نزدیکتر شده. یک نقطه دیگه، برگردیم به تاریخ. حالا موضوع نیست که کی شروع کرده کی شروع نکرده، یک موضوع باید روشن بشه. روزی که رئیس جمهور مصر آمد به اورشلیم و پیشنهاد صلح با اسرائیل کرد، هر سرزمینی مصری که دست اسرائیل بود پس دادن بشه، به استثنای غزه که اونها نخواستن بگیرن. وقتی ملک حسین اردن در سال 1994 پیشنهاد صلح با اسرائیل کرد، همه سرزمین های که دست اسرائیل بود پس داد. من اینجا باید بگم برای بیشتر اسرائیلی و خصوص برای شخص بنده، در روابط اسرائیل با فلسطینی ها مشکل خاورمیانه، مشکل عرب، مصر و اردن و سوریه و اینا نیست، مشکل ما امروز با فلسطینی هاست و این دو ملت دو باید با هم بسازن. مشکل ما دو ریشه داره، یه ریشه، یه پرونده 1948 که تأسیس استقلال کشور اسرائیل شد نتیجه این جنگ، و دوم نتیجه جنگ 67. اگر فلسطینی ها قبول بکنن وجود کشور اسرائیل که حماس قبول نمی کنه و فقط موضوع مرز باشه و موضوع این که اسرائیل انسحاب بکنه، من به شما این تعهد رو میدم که ملت اسرائیل، مردم اسرائیل که امروز هم ریختن تو خیابان‌ها تظاهرات میکنن برای مردم فلسطینی، برای مردم غزه، این هر دولتی باشه مجبور میشه صلح بکنه. چیزی که هست وقتی یک جنبشی مثل حماس هست که حتی محمود عباس علاقه زیادی بهشون نداره، وقتی در قطعنامه اصلیشون میگن که اسرائیل باید محو و نابود گردد، نمیدونم حالا اینا از ایران گرفتن یا ایران از اینا گرفته، این موضوع که وقتی میان اینا شرط برای صلح ندارن و باید وادار کنن دو طرف رو. به نظر من باید رهبران دنیا هر کس باشه بیان این دو تا بچه‌ای که دارن با هم دعوا میکنن بشونن سر جاشون. این موضوع آتش بس یک موضوعی هست که خب انشالله تو یه روز دو روز یه هفته دو هفته هر کسی که کشته بشه از هر دو طرف یک دنیا خراب شده. بله. و باید اینا رو بشینن با سعی کنن مشکل را اساساً حل بکنن. آقای دکتر منشی، نظر من اگر نتیجه این جنگ امروزه، حتما این نقطه آخر بود، اگر این نتیجه این موضوع جنگ امروزی حل موضوع این را رو باز کنه برای حل موضوع اساساً، بازم یه چیز خوبی از این در میاد. بسیار سپاسگزار آقای دکتر تقی‌زاده. نکته مهمی رو اشاره میکنن در مورد این که چقدر فضا ممکنه تغییر کرده باشه. عده هم این تئوری رو عنوان میکنن که اون چی که ما امروز در بین اسرائیل و حماس میبینیم این در واقع جنگ منطقه‌ایه.
و به یه شکلی الان صحبت کردن موضعی که ترکیه و قطر داره، موضعی که مصر داره. آیا علت این که ما نمیتونیم حتی به آتش بس 24 ساعته برسیم، و این رو من به این دلیل میگم که وقتی نوامبر 2012 اون طرح مصر پیشنهاد شد، ترکیه و قطر حمایت میکردن. چه اتفاقی افتاد؟ اون موقع به فاصله 3 روز آتش بس انجام شد و مذاکرات شروع شد، ولی الان حتی بر سر آتش بس 24 ساعته به توافق نمیرسیم. علتش اینه که بازیگران منطقه‌ای دیگه اون موقعیت جایگاه سابقشون رو ندارن. اگه من اجازه بدید فقط یک توضیح کوتاه در پاسخ آقای مناشیری بدم و بعد به این پرسش شما پاسخ بدم. وضعیت موجود امروز در غزه فقط درگیر صلح بودن نیست. درسته ممکن است که صلح راه‌های دشواری داشته باشه، ولی تفاوت زیادی بین آتش بس و صلح هم نیست. اگر دو طرف به مفاد اون آتش بس کردن بگذارن، مگر بین ایران و عراق الان صلحی برقراره؟ ولی از زمانی که آتش بس شده، بعد از قطعنامه 598، جنگی بین ایران و عراق صورت نگرفته. حالا چرا به صلح موقت یا به آتش بس گردن نمیگذارن و اون رو مشروط میکنن و بعد میگن که ما فقط به دنبال صلح هستیم، در حالی که میشه از کشتن این بیگناه و تخریب یک جای فقیر مثل غزه پیشگیری کرد، حداقل با تن دادن به آتش بس. ولی در این مورد که چرا آتش بس 2 سال پیش در بین فلسطینی ها و اسرائیل صورت گرفت و الان صورت نمیگیره، مشکل یکی ضعف سیاست خارجی در آمریکا در منطقه است. یعنی هر چه گذشته دولت آقای اوباما نفوذ منطقه‌ایش رو از دست داده و قضیه بهار عربی به این تضعیف موقعیت سیاست خارجی آمریکا در منطقه کمک کرده. آقای نتانیاهو پشیزی هستن برای حرفهای آقای جان کری قائلی، حتی با لحن توهین‌آمیز پاسخگو میشه و بیشتر از اون که آقای کری گفته در اون افشاگری که ظاهرا روزنامه هارتس داره از مفاد طرح پیشنهادی آقای کری اون رو رد میکنه و آقای کری تازه چند ساعت بعدش مکلف میشه، مجبور میشه که سخنگوی او بیاد در تلویزیون اعلام بکنه که آقا این طرح آقای کری نبوده، این طرح مصری ها هست، بنابراین ما نگفتیم که این گروه مقاومت، میگیم همچنان تروریست هستن و با امنیت اسرائیل هم. خب وقتی این عقب نشینی آشکار هم میکنه، شما اعتقاد دارید که غرب نمیخواد که مصر موفق بشه در این آتش؟ میخوان، نفوذش رو ندارن و متاسفانه از دید من که میخواد که نقش بازی بکنه، ولی مصر دیگه مثل 2 سال پیش نیست. وقتی که آقای سیسی سر کار هست، اون نشون میده که به اسرائیل همونطور که آقای مناشیری گفتن نزدیکی بیشتری داره تا نزدیکی به فلسطینی ها، بنابراین مورد اعتمادش نیست. یک زمانی میانجیگری تأثیر گذاره که دو طرف به میانجی اعتماد بکنن. اون چی که الان در منطقه وجود نداره یک میانجی مورد وثوق طرفین هست که نه آقای کری نقش میتونه ایفا بکنه و نه آقای سیسی و نمایندگان او در جایی هستن که 2 سال پیش آقای مرسی بود. ولی در این حال ترکیه از موقعیت نسبی مناسبی برخورداره و همینطور قطر میتونه به نوعی کمک بکنه بهش. به نظر من به غیر از این دو کشور منطقه‌ای هیچ کدوم از کشورها در موقعیتی نیستن که بتونن اعتماد دو طرف مخاصمه رو جلب بکنن و یک راه حلی برای گام اول در جهت آتش بس بردارن. چقدر فکر میکنید اون نکته که گفتید در مورد نفوذ آمریکا، به هر شکل در این تردیدی نیست که اگر ما شاهد تلفات تقریبا بسیار اندک غیر نظامیان در اسرائیل هستیم، این مدیون گنبد آهنینی هست که این طرح با کمک آمریکا اجرا و به در واقع تهیه شده، به عمل گذاشته شده؟ یعنی آیا دولت اسرائیل، مقامات اسرائیلی نمیدونن که نیاز به حمایت آمریکا و کمک آمریکا دارن، چه در صحنه بین المللی چه در صحنه نظامی؟ این موزه گیری های تند به نظر شما در این شرایط علتش چه است؟ علتش این که آقای نتانیاهو تحت فشارهای داخلیه که این موزه رو میگیره، یا نه برمیگرده به تنشهایی که از قبل با واشنگتن داشتن؟ آقای دهقانپور، دو دموکراسی با هم دیگه میجنگن و عده‌ای بیگناه جون خودشون رو از دست میدن. آقای مناشیری به درستی گفت ایشون که آقای نتانیاهو در شرایط معمولی نماینده اکثریت مردم اسرائیل نیست و این واقعیت. حماس هم در شرایط متعارفی نماینده اکثریت مردم غزه نیست، ولی الان محبوب ترین سازمان اونجاست و حتی مردم غزه از اونها میخوان که خشونت بیشتری داشته باشن. شرایط جنگی است. در شرایط متعارفی این وضعیت درسته.
بازی که آقای نتانیاهو الان انجام میده در تایید مطالبی که آقای مناشیری گفتن، یک نگاه به وضع موجود سیاست داخلی بزرگترین متحدشون یعنی آمریکاست. آمریکا 3 ماه آینده در مسیر انتخابات میاندوره کنگره است و اونها هر چه بتونن طرفداران خودشونو در کنگره ببینن، لابی اونها قوی تر میشه، حمایت وزارت خارجه آمریکا از اونها زیادتر میشه. آقای نتانیاهو در طول 6 سال گذشته حالت انتقادی نسبت به اعمال دولت دموکرات آمریکا داشته و این دوستی که در پیش از اون بین اسرائیل و آمریکا وجود داشت به نوعی از سردی گراییده. شاید به نوعی آقای نتانیاهو از این کارت یعنی انتخابات میاندوره‌ای اسرائیل آمریکا میخواد استفاده بکنه. شما اعتقاد دارید، خیلی کوتاه بفهمید، بدون مصر امکان طرح تشبث و صلح وجود داره؟ میشود با ترکیه و قطر و اتحادیه اروپا اینها دو طرف رو مجاب کرد آمریکا این کارو بکنه، یا بدون نیاز به مصر؟ اگر نگیم حتی مصر میتونه یا نمیتونه در این قضیه تاثیر بگذاره، مصر میتونه اثر مثبت داشته باشه. ما نقشه نگاه میکنیم میبینیم که جای تعجب نیست که در این پیشنویس حتی اسمی از مصر آورده نشده. درسته کشورهای دیگر منطقه‌ای بودن، برای اینکه به نوعی آقای السیسی حالا گرایش بیشتری به حماس داره، ولی حماس با مصری‌ها با برداشتن موانع ارتباطی غزه، با دادن کمک‌های انسانی، با باز کردن بخشی از این گذری که وجود داره، میتونن به نوعی اعتماد حماس رو یا مردم غزه رو بیشتر جلب بکنن و یکی از حداقل 3 پارتی خواهن بود که میتونن در اجرای آتش بس کمک بکنن. آقای شاکری، 2 تا نکته تا اونجا که میشه فشرده توضیح بفرمایید. اینکه افکار عمومی آمریکا بر اساس نظرسنجی هایی که اخیرا انجام شده به شدت اصطلاحا میشه گفت ضد حماس میشن و این روند داره افزایش پیدا میکنه، چقدر در چنین فضایی دست دولت آقای اوباما، دولت آمریکا بسته خواهد شد برای اینکه بتونه به یک میانجی در واقع شاید منصف بگیم نقش رو بازی بکنه که هر دو طرف رو راضی بکنه؟ این رو از این جهت هم میپرسم که در قالب این فضای منطقه‌ای که مصر الان تضعیف شده میخواد نقشی بازی بکنه، ولی آیا حماس نقش رو اجازه خواهد داد که مصر بازی بکنه در واقع دولت آقای السیسی؟ و مشکلاتی که الان بین ترکیه و حتی اسرائیل هست، یعنی ترکیه که الان میخواد خودش میانجی باشه هم روابط چندان جالبی با دولت آقای نتانیاهو نداره. عرض کنم من واقعا اصرار دارم که محبت بکنی با مدیریتت. امروز من 3 نکته برخوردی که چرا اینجا وایسادیم و چه کار باید بکنیم و چه از نظر تاریخی، چه از نظر عام و چه از نظر خاص توضیح بدم، ولی به خاطر حفظ ادب پاسخ شما رو گفته باشم. شما فکر کنید دیروز من نشستم تلویزیون CNN نگاه میکنم، آقای ولت پلیتسر 2 ساعت گزارش میده، تمام از طرفداران اسرائیل، تمام از طرفداران آمریکایی و غیر آمریکایی و درون اسرائیل و برون اسرائیل. آقای شاکری، من خودم همین میخوام، من چون برنامه رو من میبینم، من بارها دیدم که سخنگوی حماس در همین برنامه و دیگر برنامه هم آوردن این رو، بعد اجازه بدید من جمله رو تمام کنم. خوشحال میشم اگه اجازه جمله رو تمام کنم. من دیروز که نگاه میکردم در 2 ساعت آخرش، در 3 دقیقه آخر، نماینده PLO رو آورده بود عرکات که من خیلی بهش ارادت دارم. ولی شما در همچه جوی و در همچه تبلیغاتی چی میخوای بشنوید؟ میخوای تصوری غیر از این داشته باشید؟ گفتم زمان صلح صداست، زمان جنگ سر و صداست. ما باید فریختگان بیشتر از اینکه در زمان سر و صدا باید برنامه رو پیش جلو بریم. نکته بعدی فکر میکنیم که ما چرا به اینجا آمدیم. به نظر من 4 دلیلی به وجود اومده که ما به اینجا رسیدیم. یکی این که اسرائیل در این دوره و در این 40 سال گذشته، توجه کنید نه از 66 سال گذشته، در 40 سال گذشته آمریکا بیدریق در دفاع کورکورانه از اسرائیل دچار مشکلی شده که به قول مادره میگه اسم بچه‌مو گذاشتم رستم، هی نگاش میکردم ازش میترسیدم، که به اینجایی رسیده که به قول آقای تقی‌زاده پشیزی هم ارزش برای سخن وزیر امور خارجه آمریکا قائل نیست. نکته سوم، اینجا این نکته رو اول توضیح بدم که سر اصل مطلب بتونیم مطلبی رو برای شنوندگان توضیح داده باشیم. میگن حماس قبول نداره. هر نماینده ای از این 3 تا کسایی که ما شرکت کردیم کاغذ بدیم بنویسیم که اگر چنانچه پیشنهادی رو قبول کردن دو کشورها اوردن جلو، اسرائیل زیرش نزن. من قول میدم طبق گفته آقای کارتر، انسانترین و صادقترین سیاستمدار خارج آمریکاییه، میگه حماس قبول کرده.
سخن برژنسکی یک شنبه گذشته در برنامه فرید زکریا اعلام میکنه مسئله اتهام 3 نفر به حماس بهانه ای بود که نتانیاهو برای به هم زدن بازی صلح داره انجام میده. تمام جهان و به ویژه فریختگان کارشناسان گوناگون میدونن که همین الان از پارسال گذشته که کشور فلسطین به عنوان کشور ناظر نه حق رأی در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، ما صلح دوستای اینو استقبال کردیم. 2-3 ماه قبلم حماس رو وادار کردن قبول کنه که با محمود عباس کار کنه. ما خوشحال شدیم، دیدیم جو داره میره جلو به سوی صلح. صلح دوستا خوشحال، جنگ طلبان ناراحت. بلافاصله این میوه شیرین رو در دهن ما زهر مارش کردن. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه این صلح انجام بشه دیگه سخنی مشروعیت دار از طرف جناح جنگ طلب اسرائیل نیست. نکته ای در این بخش بگم که توضیح بدم شکی نباشه، من واقعا انتظارم اینه که در آینده بتونیم حداقل مناظری با دکتر مناشیر داشته باشیم از اسرائیل در مورد مسئله رول ایران. رول ایران رو فعلا اینجا نمیذارم چون رسم همه وقتی که کاسه گوزه ها بازم سر ایران تموم میشه. یک زمان میگودن ایران مانع صلح، یک زمان میگودن ایران اگر اتمش حل بشه حل میشه. مسئله اون نیست آقای شاکری. خود مقامات مقامات جمهوری اسلامی خودشون به صراحت رهبر جمهوری اسلامی میگه من مخالف آتش بس هستم، چیزی نیست که کسی بخواد اینو. بذار من این نظر رو توضیح بدم. شما هم الان شما نگاه میکنید، اول این نکته رو بگم، در تمام فاکتورهایی که رول بازی میکنه برای صلح قول شما اسمی از ایران نیست. اساس فاکتورهایی که هست همین الان ایران کمک انسانیش که فرستاده مصر که مصر اجازه بده بره غزه. همکاریش با کیه؟ همکاریش با عربستان و سعودی نیست، بلکه همکاریش با قطر و ترکیه است. چی کار بکنن اینا؟ نیروهاشون کجا برن؟ ولی از مطلب دور نشیم آقای استاد بزرگوار. همین الان 3 نفر سیاستمداران جدی اسرائیلن، یکی بنت از حزب یهودی ما و یکی آقای لیبرمن از حزب خانه من و یکی آقای نتانیاهو. بنت میگه که 100 سال بشینیم در اسرائیل اشغال بکنیم مردم یادشون میره. آقای لیبرمن میگه میخواه آخر رو بر روی کفن سیاست دو کشور بکوبیم. آقای نتانیاهو میگه اعلامش نکنیم وگرنه جهان علیه ما خواهد شد. در این نکته به خاطری که کسی شکی نداشته باشه، من از جیمی کارتر نقل قول نمیارم، از جمهوری اسلامی نقل قول نمیارم، از عرب نقل قول نمیارم، از آقای کلینتون نقل قول میارم که دست میکشه به ساختمان سازمان ملل، به نتانیاهو میگه تو این ساختمان معتقدم که تو صلح نمیخوای. حالا چطوری ما ایرانی ها به خاطری که نقد دادیم در مسائل داخلی به سیاست مسئله دموکراسی خواهی و غیره در ایران همه کاسه کوزه رو میخوایم سر جمهوری اسلامی خراب کنیم و بریم جای دیگه؟ خطر این مطلب اینه که کمکی به صلح نمیکنه. کمک صلح اول بود. اسرائیل چرا به اینجا رسید؟ در این 40 ساله قطعنامه‌های سازمان ملل انجام نداد و آمریکا بروکر میانجی واسطه خوبی نبود. 90% با اسرائیل بود، 10% با عرب، 95% با اسرائیل بود، 5% با حماس و با مسئله فلسطینی ها. نکته دوم، قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله 242 رو که نه فقط سازمان ملل مجمع عمومیش بلکه شورای امنیتش تصویب کرده قبول نداره. مسئله سوم، مشکلی که داره اینه که رهبران عرب متاسفانه ضعیف و فاسد هستن، رولی داشته. و نکته چهارم، تشتت درونی فلسطین که فلسطینی‌ها همیلان تنهان. نباید من این سخنم رو به حماس و رو به پی‌ال‌اوس، مخصوصا به حماس، باید راهی پیدا کنن که از راه صلح با همدیگه بشینن این کار رو انجام بدن. بله. لذا این مطلب اول تاریخیه. لذا دو نکته عمومی بهتون بگم. علتی که شما سوال میکنید چرا صلح انجام نمیشه زود، واقعا جهان عوض شده. افغانستان فکر کنید چرا انتخاباتش به بنبست خورده؟ آمریکا داره خاورمیانه رو ترک میکنه، فاکتورها و نیروهای بازی کننده میخوان نقش خودشون و میخ خودشون رو بکوبن. چرا موافقت کردن که دوباره بشمارن؟ همین الان شمردن انداختن بعد از عید فطر، حالا هم میگن تو افغانستان نمیخوان بشمارن. چرا فکر کنید در عراق همین الان دعواست؟ دعوای سر زمان اشغاله، دعوای سر مسئله ایرانه، دعوای جدیه که پس از رفتن آمریکا بیرون اون رولش چیه؟ همین الان این دعوا در جهان دامن زده شده. یک و دوما به خاطر کمبود منابع انسانی و عدم توزیع عادلانش در جهان، دنیای بسیار بسیار قطبی پیدا کردیم.
من در طول تاریخ 40 سالم در آمریکا ندیده بودم همه چیز آمریکا در قسمت سیاست واشنگتن به بنبست بخوره. یک زمانی عکس صدام رو در تگزاس میذاشتن شلیک میکردن به تگزاسیا، حالا عکس اوباما رو میذارن. 44% بخش حزب جمهوری خواه آمریکا معتقده که دموکرات ها نه مخالف بلکه ضد منافع ملی هن. ما همچه فرهنگی در آمریکا غیر از قبل از جنگ داخلی در سال 1860 نداشتیم. بله. و 38% حزب دموکرات معتقد اونا ضد منافع ملی هن. ما در همچه جوی این مشکلات داریم از را عامش. و اما نکته آخر خاصشو ممنونم از اینکه اجازه دادید رو توضیح بدم. تا مسئله همین الان من حل مسئله فلسطین رو پیشنهاد خود آقای کری که زودتر این راه رو باز کنید، وگرنه برای غزه مرگ تدریجیه. غزه نمیتونه تو این حاشیه زندگی کنه بدون اون که نه ترکیه، نه ایران، نه اروپا، نه هیچ کس، حتی از یوسی های دانشجوها که میرن که بین فلسطینی ها و اسرائیل ها بین جوان ها صحبت بکنن و دوستی برقرار کنن نمیتونن به غزه برن. فقط کرانه های باختری و رام الله میتونن برن که کسانی رو که نه حق سفر دارن نه دنیایی میتونن ببینن. طبیعی است در همچه جوی عزیزان من که به فکر مسائل صلح خاورمیانه و دموکراسی ایران هستید، در همچه جوی جز رادیکالیزم جز راستا قدرت نمیگیرن. به نظر من پیشنهاد اینه که مایندست اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید عوض بشه. مایندستشون یعنی مغزی که حاضر باشن با هم تعامل دایلوگ داشته باشن و تقابل رو کنار بذارن. بسیار. و اونم همونطوری که عرض کردم سرطانش اشغاله. سپاسگزارم از شما. دوست نکته من خیلی کوتاه بگم این که در طول این روزها من مرتب رسانه ها رو خوب نگاه میکنم. آقای اسامه همدان سخنگوی حماس در تقریبا بخش عمده از شبکه‌های آمریکایی مرتبشون ظاهر میشه و وقت کافی هم من دیدم داره ایشون تمام مواضع حماس رو عنوان میکنه. این توضیح رو در مورد رسانه‌ها که اشاره کردید بدم و اینکه کشورها هم باید بخوان که آمریکا به اونها کمک بکنه. اگر که هر کشوری در شرایط فعلی اسرائیل، مصر یا حتی حماس نخوان که آمریکا بهشون کمک بکنه، طبیعتاً بیش از همه اونها فکر میکنم آسیب ببینن تا اینکه آمریکا بخواد از این قضیه لطمه ببینه. آقای منشری وقت خیلی کمی داریم، در حدود 2 دقیقه پاسخ بفرمایید. 2 تا پرسش مهم، یکی در مورد اینکه نتانیاهو گفتن صلح اهل صلح نیست و صلح نمیخواد، اسرائیل به دنبال صلح نیست اساساً، و در مورد نقش آمریکا و چقدر باور دارید به اینکه دولت آقای نتانیاهو و دستراستی ها در اسرائیل چندان ارزشی برای مواضع آمریکا قائل نیستن. درسته این قضیه یا بیشتر جنبه سیاسی داره؟ این اصلا غیر ممکنه. یک کشور مثل اسرائیل که اینقدر متکی به کمک و طرفداری آمریکاست، تنها کشوری که واقعا دنبال اسرائیل هست و به اسرائیل حمایت میکنه و کمک میکنه، آیا تصور میکنه که واقعا بشه این کار که اسرائیل پشت بده به آمریکا؟ باید خیلی احمق باشیم این کارو بکنیم. البته این موضوعی که یک اشکالی اونجا اومده که این تو تحولات اخیر خاورمیانه وقتی دو جنبش هستند غیر از اسرائیل و فلسطینی ها، حالا یه جنبش ترکیه و قطر، یه جنبش عربستان سعودی و مصر، و اینجا سیاست آمریکا یه جوری هست که برای خیلی از مردمان اسرائیل تعجب میکردن که این پیشنهاد اون طرف رو بیاره و نه پیشنهاد این طرف. من راجع به این وضع نتانیاهو و دولتش اینجا بهتون میگم. من اینجا شنیدم که بنت یکی از رهبران بزرگ اسرائیل، یک وزیر که واقعا جاش تو دولت اسرائیل در آینده هم هنوز مشخص نیست. البته گروه افراطی هستن، ما هم افراطی های خودمون رو داریم و هم مردم اسرائیل. اینجا یک فرق بین اسرائیل و فکر کنم با غزه این است که اینجا یک کشور دموکراتیکه و واقعا وقتی باور بکنن که راه حل هست، هیچ دولتی جلوی مردم اسرائیل نمیدونه وایسه. ما بار دیگر و دیگر اینا دیدیم در سال 1979، در 82، در هر وقت دولت که نمیخواست این کنه مردم روش فشار رو بردن. باید واقعا یک، من نمیگم که آتش بست این آخر کاره،
باید با آتش بس شروع شد شروع کنیم بله. و واقعا این مشکل رو حل بکنیم و امروز یا محمود عباس باشه کسی دیگه ای باشه ببینید باید بالاخره کشور اسرائیل با فلسطینیا یک راه حلی پیدا بکنن برای خودشون نه برای دیگران سپاسگزارم خوشحال میشن که کشورهای خارج از اینجا دیگه دخالتی که میکنن مثبت باشه تشکر میکنم امین اشعری آقای دکتر خزاده 30 ثانیه کلام آخر از شما بشنویم امیدی به صلح دارید این صلح در طول 50 سال گذشته محقق نشده من حداقل امیدواریم این است که آتش بس برقرار بشه یعنی گام اول به طرف پایان خونریزی و اینکه آقای مناشیری گفتن اسرائیل نسبت به آمریکا بی‌اعتنا نیست قطعا بی‌اعتنا نیست بی‌اعتنایی نسبت به دولت کنونی آمریکاست و اونها میخوان نزد بزرگترین حامی خودشون دست قوی تری داشته باشن طبیعتا اگر آمریکا رول موثرتری بازی بکنه در تحولات خاورمیانه اول پیدا کردن راه حل آتش بس و بعد نزدیکتر شدن به صلح دشوار نخواهد بود سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضا تقی‌زاده آقای دکتر دیوید منشری و آقای علی شاکری از شما هم تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب افق سپاسگزارم از هر سه شما برای شرکتتون موضوع برنامه چهارشنبه افق سینمای سیاسی ایران جعفر پناهی و محمد رسول‌لطف است مهمان برنامه آقای جمشید اکرمی هستند